بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردان عزیز امیدوار استم همگی تان جور و صحتمند و سرحال باشید با یکی دیگر از درس های کیمیا شما را خوش آمدید میگم قبل از اینکه درس امروز خود ما و شما شروع کنیم یک بار درس گذشته خود ما و شما مرور میکنیم درس گذشته ما و شما در مورد نامگذاری الکل ها و خواص فیزیکی الکل ها بود که ما و شما در درس گذشته یاد گرفتیم که الکل ها را به روش میتونیم نامگذاری کنیم روش اول روش معمولی روش دوم ما نام روش آیوپک یاد میشد و روش سومی که ما و شما کار کردیم با استفاده از کربن کاربینول ما و شما میتونیم الکل ها را در واقع کار کنیم نامگذاری کنیم بر علاوه نامگذاری الکل ها ما در درس گذشته خواص فیزیکی الکل ها را ما و شما یاد گرفتیم عنوان درس امروز ما و شما چی است درس امروز ما و شما به تعقیب درس گذشته خواص کیمیایی الکل ها میباشد خواص کیمیایی الکل صفحه 124 یک درس بسیار ساده و آسان است این درس ما و شما توضیح می انشاالله ان مطمئن هستم که فوق یاد می خب عنوان درس امروز ما و شما خواص کیمیایی چی می باشه الکل خواص خواص چی خواص کیمیایی الکل ببین درس بسیار ساده و آسان است خواص کیمیایی الکل الکل ها رو ما و شما در درس های گذشته یاد گرفتیم که الکل ها مالکول مال های قطبی کدام رابطه شان قطبی است رابطه ای که بین هیدروژن و اکسیژن در گروه هیدروکسیل وجود داره او رابطه رابطه قطبی است بریم توضیح بدیم فرمول عمومی الکل ها R رابطه OH است که بین اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی چندگانه است بین اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی چندگانه رابطه اشتراکی یگانه میباشد این رابطه است که یک الکترون از اکسیژن است یک الکترون از هیدروژن است الکترون های هیدروژن و اکسیژن در رابطه اشتراکی یگانه در واقع چه شده سهم گرفته بسیار ساده و آسان ببین منفیت برقی هیدروژن یا الکترونگاتیویتی هیدروژن کم است در حالی که منفیت برقی اکسیژن یا الکترونگاتیویتی اکسیژن چی است زیاد است از خاطر است که کشش الکترون بیشتر به طرف اکسیژن است کشش الکترون بیشتر به طرف چی است اکسیژن که ما و شما در درس های گذشته در الکایل هلایت ها هم خوانده بودیم هیدروژن الکترون ازش دور میشه به او اساس چارجش قسمان مثبت میشه و اکسیژن الکترون بهش نزدیک میشه چارجش قسمان چی میشه منفی میشه ببین چارجش قسمان منفی میشه شما میفهمین که رابطه ای که بین دو چارج قسمی به وجود میه این رابطه رو به نام رابطه پولار یا رابطه چی یاد میکنن رابطه قطبی بناهن ما و شما ثبوت کردیم که واقعا الکل ها مالکل های چی است قطبی و رابطه ای که بین هیدروژن و اکسیژن در گروه هایدروکسیل وجود داره این رابطه پولار یا قطبی میباشه شما شاگردای خوب از درس های گذشته میفهمین که رابطه پولار یا رابطه قطبی قطع میشه زمانی که قطع شد واصراط متجانس قطع نمیشه با صورت غیر متجانس قطع میشه این رابطه چی رقم قطع میشه این رابطه طور قطع میشه که هیدروژن الکترون خودت گرفتن نمیتونه به خاطر از اینکه منفیت برقی هیدروژن کم است ولی از اکسیژن زیاد است اکسیژن بر علاوه که این الکترون خود میگیره الکترون هیدروژن هم میگیره رابطه با صورت کاملا غیر متجانس قطع میشه در نتیجه چی به وجود میاد در نتیجه رابطه او او کاملا چارجش منفی میشه او چرا کاملا چارجش منفی میشه به خاطر از این چارجش منفی میشه که الکترون هیدروژن ها کار کرده گرفته شما میفهمین که هر عنصری که الکترون میگره چارج چی را به خود اختیار میکنه منفی و هر عنصری که الکترون میته چارج چی را به خود اختیار میکنه مثبت خب اکسیژن منفی شد هیدروژن در مقابلش به خاطر از اینکه الکترونش اکسیژن گرفته چارج مثبت در واقع به خود چیکار میکنه اختیار میکنه ببین بسیار ساده و آسان اچ مثبت چی است اچ مثبت آیون هیدروژن است شما از کیمیای صنف 11 به یاد دارین که هر مرکبی که در تعاملات کیمیاوی آیون هیدروژن را تولید کنه او مرکب در واقعیت خاصیت تیزاب یا خاصیت اسید از خود چیکار کردن نشان داده اسپرینان ما و شما نتیجه میگیریم که نظر به امی تعاملی که ما روی تخته نوشته کردیم الکل ها خاصیت تیزاب یا خاصیت اسید دارد چرا به خاطر از ای که آیون هیدروژن چکار کرده تولید کرده در مقابل ببین ما پیشتر برای شما نوشته کردم فرمول عمومی الکل ها آر رابطه او ایچ است شما میفهمین که اکسیژن در قشر آخر خود 6 تا الکترون داره اکسیژن در قشر آخر خود چند تا الکترون داره شش تا الکترون که از 6 الکترون از دو الکترونش استفاده میکنه 4 تا الکترونش آزاد است چند تا الکترونش آزاد است 4 تا الکترونش آزاد است یا دو جوره الکترونش آزاد است ببین شما در کیمیای صنف ده هم خوندین در کیمیای صنف 11 هم خوندین هر مولکولی که یا هر عنصری که یا هر به حساب آیونی که در واقع چی داشته باشه جوره الکترون های آزاد داشته باشه مثل اکسیژن وری جوره الکترون های آزاد داشته باشه او مولکول میتونه که در تعاملات شیمیایی با اینون دهنده جوره الکترون عمل کنه با اینون چی عمل کنه با اینون دهنده جوره الکترون عمل کنه با خاطر از که اکسیژن الکل دو جوره الکترون آزاد داره با او اساس میتونه که در تعاملات شیمیایی با اینون دهنده جوره الکترون عمل کنه یا دو نرف پیر الکترون دو نراف ببین دو چی؟ دو نراف پیر پیر چی؟ الکترون دو نراف پیر الکترون یعنی به این معنی که دهنده چی؟ جوره الکترون در کیمیای سنف 11 شما خواندین هر مرکبی که در تعاملات کیمیایی به دو نر یا به عنوان دهنده جوره الکترون عمل کنه اون مرکب خاصیت چی داره؟ خاصیت قلوی داره یا خاصیت بیس داره بناهن نظر به این توضیحاتی که من برای شما گفتم در اینجا الکل خاصیت چی را از خود نشان میده؟ خاصیت بیس یا خاصیت قلوی را از خود نشان میده. هم خاصیت تیزاب را از خود نشان داد در بالا به خاطر از اینکه آیون هیدروژن تولید کرد و هم به خاطر اینکه جور الکترون آزاد داره به عنوان دهنده جور الکترون عمل میکنه و او اساس خاصیت قلوی را هم از خود نشان میده. هر مرکبی که هر دو خواص داشته باشه هم اسید هم بیس یا قلوی اون مرکبات را به نام امفوتر یاد یا امفوتریک انفو ترک بسیار ساده و آسان پس الکل ها خاصیت چی داره الکل ها خاصیت انفوتریک داره یعنی هم خاصیت تیزابی داره هم خاصیت چی داره قلوی که خاصیت تیزابی و قلوی الکل ها را ما بسیار واضح برای شما ثبوت کردم پس الکل ها چی می باشه انفوتریک بعضی از تعاملات مهم الکل ها هم رقم که شما روی مانیتور میبینید او را ما اینجا به حساب بیرون نویس کردیم یا داشت کردیم شماره گذاری کردیم این تعاملات مهمترین تعاملات الکل هاست که این تعاملات رو ما و شما شماره وار میخونیم شماره یک چی است شماره یک تعامل الکل ها با فلزات القلی است فلزات القلی شاگردای خوب کدام فلزات میگه فلزات گروه اولی اصلی مثل چی لیتیم سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم این فلزات به نام فلزات گروپ چندم به نام گروپ اول اصلی یاد میشه که در طرف چپ جدول مندلیف در واقع چی هست قرار داره اولین گروپ گروپ اصلی که شامل فلزات القلی یاد میشه هرگاه الکل ها با فلزات القلی تعامل کنه در این تعامل هایدروژن گروپ هایدروکسیل پس میشه جایش فلز القلی قرار میگیره نوی تعامل تعامل تعویزی و مرکباتی که به وجود میه اون مرکبات را به نام الکولیت ها میکنه به نام چی یاد میکنه؟ الکولیت به این ما شما تعاملشان نوشته کنیم خب فرمول عمومی الکول ها چی است؟ R رابطه OH جمع فلزات القلی میکنیم یا لیتیم یا سودیم یا پوتاشیم یا روبیدیم یا سیزیم و فرانسیم هر کدام میشه گرفتیم من سودیم هم میگرم بسیار ساده و آسان ببین سودیم چکار میکنه؟ سودیم میه چکار میکنه؟ جای هیدروژن را میگیرم مستقیم بالای اکسیژن نصب میشه در نتیجه آر رابطه O N E به وجود ها و هیدروژن چی میشه آزاد میشه هیدروژن از جمله عناصر دو اتمی زمانی که آزاد میشه به صورت دو اتمی چی میشه آزاد میشه اگر خواسته باشیم ما و شما توزین کنیم و خاطر از اینکه اینجا یک هیدروژن تعویض شده میشه که ما و شما ذریبی بسیار ساده و آسان یکی بر دو بتیم تا ای دو و این دو خلاص شوه اما چی یک هیدروژن شوه چرا ما با صورت نشته کردیم به خاطر از اینکه هیدروژن دو اتمی پیدا میشه یک اتمی پیدا نمیشه خب در این تعامل شما ببینید فقط هیدروژن پس شده جای سدیم اومده این ترکیبی که ساخته شده این ترکیب به نام الکولیت یاد میشه نام این مرکب سودیم الکولیت از سودیم چه الکولیت خب آره خود قیمت میتیم این خوی استرکچر است نه این فرمول است ما و شما مطابق نظامی استرکچر مطابق این فرمول ما و شما سوال کار میکنیم آره خود قیمت میتیم مثلا CHC بسیار ساده CHC رابطه OH جمع در فلز القلی میکنیم فلز القلی ما سودیم بسیار ساده سودیم جای هایدروژن میگیره در نتیجه CH3 رابطه ONA به وجود میه و هایدروژن در واقع چی میشه؟ آزاد میشه به شکل چند اتمی به شکل دو اتمی اگر خواسته باشیم توزین کنیم ضریبش شه میشه یکی بر دو هم بیتیم خب مرکبی که ساخته شده نامش چی است؟ الکلش میتانول بود الکلش چی بود میتانول یک اتم کربن داره در دا آخرش او اضافه میکنیم نام الکل ما میتانول است ولی مرکبی که از این ساخته شده نامش سودیم میتانولیت است نامش نوشته میکنیم سودیم اول نوشته میکنیم سودیم بسیار ساده و آسان باز نوشته میکنیم میتانولت ای تی ای آخرش نوشته میشم اگر احیانا الکل ما و شما ایتانول می بود در نتیجه مرکبی که حاصل می شد اون مرکب را به نام سودیم ایتانول یاد میکرد. کرد بینان ما و شما نتیجه گیری می کنیم. نتیجه طوری می کنیم که هرگاه الکل ها با فلزات القلی تعامل کنه هایدروژن گروه هایدروکسیل پس میشه، جایش فلز القلی اضافه میشه، شه مرکباتی که ساخته می شه اون مرکبات به نام چیات می شه الکولیت ها تعامل دو می شه. ما و شما کار میکنیم. دمش دومیش نام چی یاد میشه اکسیدیشن الکل ها خب شاگردای خوب, خوب. اکسیدیشن یعنی چی اکسیدیشن یعنی نسبه اکسید اکسیژن الکل ها تحت دو شرایط اکسیدیشن میشه یک در شرایط عادی که الکل حریق میشه و کاربون دی اکساید آب و انرژی چی میشه تبدیل میشه که این شما میفهمید مثلا اینجا نوشته میکنیم R رابطه OH R رابطه OH چی است R رابطه OH فرمول عمومی الکل هاست اگر خواسته باشیم اکسیدیشن کنیم این را جمع چی میکنیم این را ما و شما جمع اکسیژن میکنیم اگر اکسیدیشنش در شرایط عادی باشه در تبدیل میشه به کاربون دی اکساید جمع آب ҷамъачи энержӣ вале дар сурате ки амали оксидешони алкуолҳо дар мавҷудияти окседонтҳои бисёр қавӣ мисли путошямпарманганот сурат бигирад در اون صورت عمل اکسیدیشن کاملا متفاوت میشه که معادله شما برای شما کار میکنیم به کار کنیم یک الکل نوشته میکنیم الکل ما فرض که الکل اولی باشه آر رابطه CH2 رابطه چی میشه OH میشه این فرمول فرمول عمومی الکل های چند است الکل های اولی چون بالای گروه کربنلش یک رادیکال وصل است اکسیژن که اینجا اضافه استفاده میشه اکسیژن نوزاد یا اکسیژن اتمی است و کاتالیستی که استفاده میشه کاتالیستش از پتاسیم پرمنگنات که فرمولش از kmno ام او 4 پتاسیم پرمنگنات عامل اکسیدیشن است اکسیدانت است اکسیدانت ببین تعامل چه رقم صورت میگیره او ای الکل با یک اتم هیدروژن با یک اتم چی هیدروژن چرا میسازه؟ آب میسازه زیر ما و شما نوشته میکنیم منفی چی؟ منفی H2O چی باقی میمونه؟ اینجا آر باقی مون از CH2 یک گایدروژن مصرف شد تنها CH باقی مون OH هم چی شده؟ مصرف شده در نچه چی باقی مون؟ آر باقی مونده رابطه C باقی مونده رابطه H باقی مونده و OH H یک مصرف شده آب ساخته. و جای OH و یک چی نصب میشه؟ اکسیژن نصب میشه. عملی اکسیدشان صورت میگیره بسیار ساده اکسیژن با رابطه اشتراکی چندگانه با رابطه اشتراکی دوگانه نصب میشن مرکبی که ساخته شده چی است این مرکب الدیهاید است ببین الدیهاید است پس ما و شما نتیجه گیری میکنیم نتیجه گیری طوری میکنیم که هرگاه الکل های اولی در موجودیت پتاسیم پرمنگنات اکسیدشان شوه در اون صورت تبدیل به چی میشه در اون صورت تبدیل به الدیهاید میشه خب اگر الکل ما و شما الکل دومی باشن الکل دومی رو فرمولش نوشته میکنیم نوشته میکنیم R رابطه CH رابطه چی؟ R رابطه OH جمع چی میکنیم؟ جمع اکسیژن میکنیم امو شرایط تعامل بالا را میگیریم کتالیستش هم چی است؟ امو پوتاشم پرمنگنات است ببین تعامل چی رقم صورت میگیرم OH با یک هیدروژن چی را می سازه او اچ با یک هیدروژن آب را می سازه در زیر ویکتور ما نوشته می کنیم منفی H2O منفی اچ دو o با چی معنا با این معنا که از طرف چپ ما و شما اچ دو او را کم می کنیم چی باقی میمونه چیزی که باقی مونده R رابطه سی رابطه آر باقی مونده ببین R رابطه سی رابطه آر باقی مونده اچ HM هم مصرف شده او اچ هم مصرف شده با جای اچ و اچ اکسیژن با رابطه اشتراکی دوگانه نصب میشه که چیزی که ساخته شده در واقع چی می باشه کیتون می باشه بناهن ما و شما شاگردای خوب و نازنه نتیجه میگیریم. هرگاه الکل های دومی اکسیدیشن شوه در اون صورت کیتون ها چی میشه حاصل میشه ببین اگر الکل ما الکل سومی باشه آر رابطه سی رابطه آر رابطه آر رابطه او اچ در همین شرایطی که ما در بالا نوشته کردیم در همین شرایط شما خودتان انتخاب کنین شما خودتان تصمیم بگیرین آیا عمل اکسیدیشن صورت میگیره دقیقا عمل اکسیدیشن صورت نمیگیره چرا عمل اکسیدیشن صورت نمیگیره به خاطر از اینکه او OH وجود داره او OH وجود داره ولی هیدروژن وجود نداره که او OH با هیدروژن چرا بسازه آب را بسازه بنابراین تحت این شرایطی که در بالا ما نوشته کردیم الکل های سومی اکسیدیشن نمیشه خب شاگردای خوب نازنین بعضی از تعاملات دیگه الکل ها در واقع باقی مانده ما و شما در درس های دیگه بعضی از تعاملات دیگه الکل ها را ما و شما میخوانیم درس امروز ما و شما همینجا ختم شد امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتان شاد و موفق باشید